بسیاری جوان ها تا میگیم که ما فاطمه زهرا رو قرار بدیم، میگه فاطمه زهرا مثلا خانه بسیار ساده داشتن، آره زندگی های ما که امروزی است و ما نمیتونیم به اون طریق، یا حضرت فاطمه زهرا خب به هر حال ساده لباس میپوشیدن، آیا خب ما هم همون گونه باشیم؟ خب این سادگی و این ای که زندگی ساده داشته باشیم و ای که چشم هم چشمی و نیفامی مسائلات از زندگی نداشته باشیم، خب چه خوب است که ما را الگو قرار بدیم. بله. ولی دیگه نمیگیم که حتما مثلا مثل فاطمه زهرا مثلا باید در روی مثلا حصیر و بوریا زندگی کنیم. بله احسن، کاملا نکته اولی که من میخواستم بیان کنم اصول حاکم بر زندگی حضرت فاطمه زهرا اللحاظ خانوادگی، ایشان اصل ساده زیستی رو داشتن، همین نکته که شما فرمودید. بله. پرهیز از تجملات. منظور ما همونطور که شما فرمودید این نیست که زنان امروز متناسب با نیازهای خودشان زندگی نکنن، نه بله متناسب با نیازهایشان زندگی کنن، بلکه منظور این است که سخت زیستی نداشته باشن. بله. یعنی اینکه بر خودشان سخت نگیرن زندگی رو، بر اطرافیانشان سخت نگیرن. بله. اگر یک چیزی در زندگی نداشته باشن، حتی بعضی وقتا ما احساس کردیم خانزوری یک فردی چنان روی یک وسیله در خانه خودش اهمیت قائل میشه و میگه حتما باید به هر قیمتی شده او رو تهیه کرد، او نیاز کاذب رو احساس میشه، یعنی چیزی است که واقعا با او نیاز نداره. بله. حتی همون رو تهیه کنه شاید سالها و ماها او رو استفاده نکنه. دقیقا. پس این نیاز کاذب انسان رو به تجمل گرایی میرسانه و باعث میشه که راه و روش ما از ائمه‌طهر دور بشه. بله. بلی که ما میگیم ساده زیست باشه، یعنی آن چیزی که نیاز است مثلا مناسب اون زمان. بله. مناسب اون مکان. خب شما داشته باشید، نه تنها اسراف نیست بلکه به او تأیید کیت هم شده است. بله. پس کالای منظور این است که به خودمان انباشته نکنیم. اگر همین ساده زیستی رو ما در زندگی های خودمان واقعا رعایت کنیم که میتونیم از بزرگواران الگو برداری کنیم، بسیاری از مشکلات تجمل پرستی حل میشه. بله.